گزارش دی پرسه اتریش از محاکمه دیپلمات تروریست رژیم در بلژیک. دی پرسه اتریش با عنوان ایران توطئه ترور از وین آغاز شد نوشت: به نظر می رسد سرنخ‌های بزرگترین نقشه تروری که طی سال‌های گذشته در خاک اروپا طراحی شد در سفارت رژیم ایران است که در قصری در وین قرار دارد. سوء قصد می بایستی علیه گرد همایی مخالفین رژیم ایران، شورای ملی مقاومت ایران در ویلپند در حومه پاریس باشد. نتایج این ترور می توانست ویرانگر باشد. شرکت کنندگان و مریم رجوی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت و همچنین مهمانان بین المللی از رودی جولیانی گرفته تا استفان هارپر نخست وزیر سابق کانادا و تا برنارد کوشنر وزیر خارجه اسبق فرانسه در این تجمع شرکت داشتند. سوء قصد در دقایق آخر خونسا شد. چهار متهم از تاریخ 27 نوامبر هفته آذر ساعت 9 صبح در برابر دادگاهی در شهر آندورپ به جرم تلاش برای قتل تروریستی و عضویت در تشکل تروریستی پاسخگو خواهند بود. یک زوج ایرانی بلژیکی، یک نفر دیگر به نام مهرداد و اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت رژیم ایران در وین که تحت پوشش دیپلماتیک در سطح یک افسر وزارت اطلاعات رژیم ایران در واحد 312 که توسط اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته شده خدمت می‌کرده است. در نامه سرویس اطلاعاتی بلژیک خطاب به دادستان این پرونده آمده است: اسدی فرمانده عملیاتی برای سوء قصد در گرد همایی ویلپند بود و این مواد منفجره را دو روز قبل از انجام سوء قصد طراحی شده به دو نفر از همدستانش تحویل داده است. اسدالله اسدی یک روز بعد از خونسا شدن سوء قصد در ویلپند به دام افتاد و پلیس آلمان بر اساس یک حکم جلب اروپایی که بلژیک صادر کرده بود وی را دستگیر کرد. طبق اطلاعات دی پرسه اسدی رئیس بخش سرویس مخفی رژیم ایران در وین بوده و در سیستم اطلاعاتی رژیم در اروپا نقش مرکزی داشت.